این برنامه خوشحال هستم که مورد توجهتون قرار گرفته و امروز هم گفتگوی دارم با یکی از چهره های بسیار مطرح هنر کشورمون، یک آهنگساز، یک ترانه سرا، یک خواننده، یک شاعر، فرزند یک خواننده بزرگ کشور که امروز به زندگی خودش میپردازیم، با او گفتگو میکنیم، چرا که یک هنرمند واقعی به معنای خودی کلمه هستش. گفتگو داریم با ژاکلین. سلام ژاکلین جان. سلام علی جان، بسیار متشکرم. مرسی. قلبا متشکرم که دعوتم کردین به برنامه آنکات، به خصوص که این برنامه در برنامه های تپش بسیار دوستدار داره. بسیار. من هم دبی بودم، هم نیویورک بودم، بسیار دوستت میدارن مردم، دوست دارم بدونی. خب میدونی ما زحمت میکشیم بعد به ما نمیگن. من دوست دارم که بگم و همه جا صحبت شماست، صحبت مجله تپشه و چقدر این مجله رو میخرن، چقدر برنامه های شما رو میبینن. دستتون درد نکنه، همه شما همکاران نازنینتون خسته نباشن و بسیار متشکرم. دوست داشتم، یعنی به قول امریکایی I was looking forward to be your guest. یک بار قرار بود که مهمانت باشم، مریض شدم، اشکالی نداره. به قول ارامنه اوشلی نوشلی، یعنی دیر باشه ولی ایبی نداره. نوشه جان. مرسی. خب یه سری سوال داریم، اول که سوال های روتین هستش و کلیشه‌ای، ولی خب با این مصاحبه میادش. اون هم اسم، تولد، از کجا کار موسیقی شروع شد، خواهر و برادر و بعد میریم جلو. چشم. اسم حتی در شناسنامه ژاکلین، فامیل پدریم دردریان، فامیل همسرم منس، خواهر و برادرم اول آیلین جان، دو قلوم هنرمند خوبه رسانه های جمعی که من زودتر از او به دنیا آمدم، 1 ساعت و 20 دقیقه عجله داشتم، میخواستم که اون جواب عمل بدم. و بعد کتی جان از همین ازدواج اول پدرم، از مادرم اولگا، و بعد از ازدواج دوم پدرم ادوین و اولین که ما صداش میکنیم کوکی، یک برادر و یک خواهر ناتنی ما هستن. دنیای هنری با پرنده شروع شد. من مادرم رو خیلی دوست دارم و مادرم رفت آلمان به دیدن خواهرش و من پرنده رو برای او ساختم. 3 تا کورد بلد بودم از دار و مال دنیا در دنیای موسیقی. اینقدر این گیتار رو میزدم سر آیلین رو میخوردم، میگفت بابا یه چیز دیگه بزن و من یه چیز دیگه بلد نبودم و ساختم و میر نوشتم که اون پرنده تو بودی که یه روزی پر کشید چشم من رفتن رو دید. اینقدر بیشتر بلد نبودم. و بعد زنگ زدم به سعید دبیری، ترانه سرای خوب و به ناممون آن زمان، و سعید این ترانه رو نوشت. رفتم استودیو ضبط کنم، گیتار خوب میزدم در حدی که بعد این آهنگ اجرا میشد و بر حسب تصادف روزگار اون روز کامران را در استودیو پاپ بود واقع در ایران و گفت کامران راد مدیر برنامه گوگوش پرد، گفت که ژاکلین جان این آهنگ و ترانه رو بده من ببرم گوگوش بخونه. من گفتم همین یه دونه رو دارم. باز گفتم مثل همیشه. گفت شایدم نخونه. به من خیلی برخورد، زود برمیخوره میدونی که. گفتم بفرمایید. برد و بعد گوگوش به من زنگ زد، خواست من رو ببینه. رفتم منزلش در ونک و خوب یادمه حداقل اگه بگم 20 بار گفت این آهنگ و ترانه رو بخون اچاف نکردم. هی من زدم هی خوندم، بچه بودم، اعتمادی به نفس نبود، دستام میلرزید، قلبم تون میزد. و همین آقای وارتن آوانسیان آن زمان 15,000 تومان به من پرداخت کردن و گفتن که گوگوش بخونه، تو یک روز برای خودت یک پرنده دیگه میسازی دیگه. و من ناخواسته، من میگم سرنوشته، افتادم در دنیای سازندگی. آمده بودم بخونم، یهو شدم سازنده
و آنچنانی پرنده گل کرد که خب وجود گوگوش بسیار مؤثر بود اجرای او. من کسی نبودم، بچه بودم که بر حسب تصادف روزگار در خانه بزرگ شده بود که پدر سلطان جاز ایران بود. هنوز هم هست، هنوز هم فراموشش نمی کنیم. و عموکار و شاعر مؤثر. من یک بچه 17 ساله و این اجرا باعث شد که مرتضی به من زنگ زد و من آهنگ و ترانه کعبه رو به صدای او هدیه کردم. و بعد پدرم آمد ایران و برمیگردم و تنهایی. چند سال بود شعر اول پرنده؟ چند سال؟ 17 سال. 17 سال. بله. ولی چیزیست که هنوز شرمنده نیستم، دوستش دارم، درست حسابی ساختم. همه میگن که ژاکلین شانس میاره، نمیدونم چرا اینقدر سخته که بگن ژاکلین زحمت میکشه. شانس چیه علی جان؟ شما زحمت میکشی اون کاتت میگیره، شانس آوردی؟ این شانس نیست، خدا به سر شاهد شما چقدر زحمت کشیدی، چند سال زحمت میکشی. ولی شما هم از اول کارت خوب بود. مرسی. هیچ وقت مثلا غیر حرفه‌ای نبودی. مرسی. بعضی اصلا حرفه‌ای به دنیا میان، میتونی دارن دیگه، چه نشونه چنینه. و بعد افتادم در دنیای خواندن و بعد آمدم امریکا. خیلی زود آمدم امریکا، باید میماندم. چه سالی؟ 74. اوکی. تا آمدم تکان بخورم، آمدم دیدن پدرم و کتی جانم، خواهر کوچکترم. و بابا گفت اینجا بمون برای پرمننت رزیدنت کارتت که گرین کارته، اپلای بکن. و من با پدرم موندم اینجا و دیگه موندم و دیگه هرگز برنگشتم به مملکتم. و اینجا ازدواج کردی؟ بله. همسر آمریکایی؟ بله. معلمم. معلمت؟ بله. معلم چی؟ معلم سپیشل افکت میکاپ برای کارهای فیلم، تئاتر و سینما و تلویزیون لایسنس گرفتم. میخواستم برم ایران یک سالن بزرگ، استودیوی بزرگ باز بکنم و کارم رو در فیلم ادامه بدم و بعد آهنگساز و ترانه‌سرای فیلم بشم. ولی خب هرگز نرفتم و خانواده‌ام آمدن اینجا. تمام قصه‌ام مادرم بود و آیلین جان آمدن اینجا و من همینجا ماندگار شدم. ازدواج کردم با ویلیام منز، یک فرشته دیگه. همسر نیست که علی جان، فرشته است. اینقدر دوستش داری؟ خیلی دوستش دارم. اینقدر آدم خوبیه؟ گذاشت که من رشد بکنم، میدونی؟ گذاشت من بشم هر چه که هستم، بعد خوب هر چه که هستم، صفر، حقیر. ولی جلودار هنر نشد چون خودش هنرمنده. اینو خیلی ارزش میگذارم، ارج میگذارم به این رابطه که ما به هنر هم خیلی احترام داریم در اون منزل و هیچ وقت دعوا نکردیم. من 23 سال ازدواج کردم، هنوز صدامون رو هم بلند نشده در منزل، رومون به هم وا نشده. ازدواج حقیقی باید اینجوری باشه دیگه. آدم که ازدواج نمی کنه که دعوا کنه. اگر هم روزی خوب کنار نایمدیم چمیدونم جمع میکنیم میریم. نه؟ بله. هیچ وقت شخص دیگری تو زندگیت نیامده؟ یعنی بچه ای تو زندگی نبود؟ یادم که اینقدر همسرش دوست داره، همسری که اینقدر با زنش مهربانه، چطور هیچ وقت بچه تو زندگیتون نبود؟ من گمان میکنم که دلیل نداشتن بچه، نه فقط با من، در خانواده جدای پدر و مادرم بوده. من گمان میکنم که ما نخواستیم بچه داشته باشیم برای اینکه سابقه ذهنی خوبی از دوران کودکی و جدا زندگی کردن از پدر و در کنار مادر، نه در زیر یک سقف پدر و مادر داشتن رو تجربه نکرده بودیم. زمانی که من با همسرم ازدواج کردم چه میدانستم فرهنگ امریکایی چگونه است؟ گفتم حالا واسم چند سال بگذره بیشتر بشناسمش، یه وقت نشه خدای نکرده کنار نیایم،
بچه منم مثل من بزرگ بشه، در حسرت های نیمه خفته، در سکوت و غم های پنهان، از دوری ناشی از دوری پدر، و بعد دیر پیداش بکنه مثل من. و گمان میکنم که دلیل روانش این بوده. ولی بیشتر اوقات موسیقی و ترانه و شعر شدن فرزندانم و به آهنگ ها و ترانه هام و اشعارم بسیار آلرژی نشون دادم، بیشتر از هر کس. مثلا هنرمند وقتی آهنگ اجرا میکنه، من 100% بعد در استودیو باشم، بایستی اهمیت بدم، بایستی توجه بکنم به هر کلمه، نه به هر حتی خط، به خاطر اینکه گمان میکنم که احساس مسئولیت داشتنه. کار فرهنگی مسئولیت بزرگی است. مردم ما بسیار واقف هستند و مردم امروز بیشتر ما رو زیر ذره بین دارند، میدونید؟ بعد از به خصوص انقلاب میدونید همه منقلب شدند، به آهنگ های شاد بسیار گرایش نشون دادند. اما بعد از اون مردم بالاخره اینجا در خارج از کشور هر جای دنیا جا افتادند و بیشتر توجه کردند که چه کسی چه آهنگی رو اجرا میکنه، چه نوع شخصیتی رو با خودش مثل یک کوله بار میکشونه و چگونه است یک هنرمند. جاکلین چه سنی بودی وقتی که پدر و مادر از هم جدا شدن؟ پدر و مادر من از هم وقتی رسما جدا شدن، اول دوست دارم که توضیح بدم که پدر من از مادر من جدا نشد، مادر من از پدر من جدا شد. یعنی مادرم اقدام طلاق کرد. مطمئنن اینطور بوده؟ نه، ولی مثلا اصولا مردهای ایرانی به این مسئله خیلی آلرژی داشتن و دارن که من زنم رو طلاق دادم. این چنین نیست. مادر من خودش جدا شد به خاطر که دید که اصلا از نظر دیدگاه به زندگی دوتا قطب مختلف هستن. دلیل بر بدی هیچ کدوم نیست، ولی پدرم بسیار با مردم زیستن رو آموخته بود و مادرم بسیار خانم خونه، بسیار خانم خانواده دوست، بچه دوست و عاشق پدرم بود. ولی بعد که دید که دیگه نمیتونن زندگی کنن، خودش رفت حمایت خانواده و اولین خانم ایرانی مادر من که در حمایت خانواده تا باز شد، این دادگاه اقدام طلاق کرد، به خصوص به عنوان یک زن مسیحی. میدونید مسیحی ها میرفتند کلیسا 7 سال اقدام طلاق میکردند، بهش میگفتند همه اینکان اسمش بود و طلاق نمیدادند. مادرم رفت از طریق دادگاه حمایت خانواده طلاقش رو گرفت و در مقابل این طلاق هیچی از ویگن نخواست به جا 3 فرزند که خودش به طور کلی مسئولیت این فرزندان رو به عهده بگیره و ما 15 سال بیشتر نداشتیم. اوکی. یعنی من و آیلی. اوکی. صحبت زیادی هستش در رابطه با ویگن. بله. که ویگن آدم عصبی بوده، ویگن در دوران جوانیش مشروب زیاد میخورده و وقتی مشروب میخورده از خود بیخود میشده، دعوا میکرده، کودکاری میکرده و یک سرکش بود در این آره بعد. یک کاراکتر بسیار سختی داشته. بله. و از طرف دیگه با بچه‌هاش هم کاری نداشته. نه چرا؟ کار داشت زمانی که بود. زمانی که آمد امریکا فاصله ها بسیار دور شد. ما هم بلتب از هم دور شدیم. و وقتی که ازدواج کرد، ازدواج دومش، ما رابطه همون خودمون با میل خودمون باهاش قطع کردیم. چه کسی دوست میداره، کدوم فرزند خانواده دوست میداره که پدرش از خونه بره همسر تازه بگیره؟ بسیار طبیعی بود این احساس در اون زمان. اما خب به بچه ها به خصوص در اون زمان اجازه سخن داده نمیشد. مثلا من بعدها به پدرم گفتم که دوست نداشتم که او بره، او هم قبول کرد که ای کاش که نمی رفت. و به خصوص در دوره شناخت من با آن من دیگر من
که شعر بود، آهنگ بود، ساختار بود، ساختار اثر. حیف که آشنا نشد. ولی خب ویگن هنرمندی بود که سرکش بود، متعلق به مردم بود، جنگجو بود، با شهامت بود، مقاوم بود و میتونست کیه اگر میخواستن حقش رو بگیرن بعد دعوا شروع میشد. مثل منم مثل ویگنم، خیلی شبیه او هستم. تو زمانی که به حق من کسی نزدیک نشده، مخلصانه صادقانه قلبم رو فرش میکنم روش را برن. اما وای از اون لحظه ای که بدونم کسی میخواد حقم رو زیر پا بگذاره و پامال بکنه، اونم به خاطر اینکه مثلا فلانی دوستشه یا فامیلشه و حق هنری من پامال بشه. اوکی، میریم سراغ همین مسئله. چند سال با ویگن شما قطع رابطه کردید؟ ما با پدرم 8 سال قطع رابطه کردید. از چه سنی تا چه سنی؟ از 15 سالگی تا 22-23 سالگی. اوکی، بعد اومدید آمریکا؟ نه، بعد بابا آمد ایران. بعد بابا آمد ایران. بله. اوکی، بعد آشتی کردین؟ بعد ما رفتیم فرودگاه. رفتیم فرودگاه. زنگ زد گفت من دارم میام ایران، دوست دارم بیاید فرودگاه. و چشم سلطان. بسیار عالی. بعد میریم برمیگردیم به زمانی که اومدید به آمریکا. زمانی که اومدید به آمریکا یادم میاد باز دوباره یک فاصله طولانی بین هم دیگه بود، شوی قهر و نه وقتی که آمدیم امریکا نبود. وقتی که آمدیم امریکا بابا با کتی جان آمدن فرودگاه. اوکی، نه منظورم اون موقع نیستش، من دوران 79-80 یه 7 سالی هم اونجوری جدا بودیم. اوکی، چه ارتباطی نداشتید؟ بیشتر دخترها بچه مامان بودن و هوای مامان داشتن و ویژن هم من با مامان نه با بچه ها کاری نداشت. درسته؟ بعد چی شد؟ یخ شکسته شد؟ بعد بابا قلبش مریض شد و به ما زنگ زد و گفت که دوست داره که پیش از اینی که بره برای عمل قلب اوپن هارت سرجری بچه ها رو ببینه. رفتیم همدیگر رو دیدیم و وقتی همدیگر رو میدیدیم هیچ کاری نمیشه با اون رابطه ریشه انجام داد. تا همدیگر رو میدیدیم علی جان یادمون میرفت که غر بودیم، چقدر دلگیر بودیم. بابا جان بابا جان دور سرش مثل پروانه میگشتیم، او هم دور سر ما. و بابا رفت برای اوپن هارت سرجری، جراحی عمل قلب و تموم نشد این قضیه. 2 ماه طول کشید در بیمارستان موند و بعد از این جراحی سینش چرک کرد، دوباره در بیمارستان موند و دیگه از اون به بعد ما همیشه در کنارش بودیم. دیگه آشتی کردید و روابط حسنه بودش. اون زمان بودش که زن ایرونی رو اون زمان درست کردی؟ نه خیلی قبلش. قبلش بود؟ بله. قبل از اون 7 ساله؟ بله. اوکی. بله. اوکی. زن ایرانی کار 15-17 ساله منه. اوکی. که ساختم بابا سنحوزه بود، زنگ زدم گفتم یه چرا نمیرخصی ساختم بیا بخون. گفت اسمش چیه؟ گفتم زن ایرانی. و چقدر هم گل کرد. خیلی هم گل کرد. خیلی خوب بود براش. تو 3 تا خواهرها کدوم نزدیکتر بودید به لیگه؟ تو بچه ها از نقطه نظر کاری من گمان نمی کنم هیچ کس به اندازه من به اون نزدیک بود. من بیشتر به اون شبیه بودم. شعر می نوشت، شعر می نوشتم. ترانه می ساخت مثل من همان آوازخوان مردم پاکم هنوز. گرچه مشهور جهان خانی مرا خاکم هنوز. برای من می گفت. آهنگ می ساخت. بیشتر آهنگشو خودش ساخته. من آهنگ ساز هستم. می خوند، می خونم. وقتی که با مردم روبرو می شد چیزی رو می گفت که هست. رابطه خودم نزدیکتر من ژاکلین. اوکی، ژاکلین پشت سر مامان اولگا با بابا روابط حسنه داشت؟ نه پشت سر، مادرم میدونست. میدونست، میدونست. ولی کاتی و آیلین یه خورده سخت‌تر بودن. نه، فقط اون رابطه پدری و دختری رو داشتن. آها. نه رابطه پدر دختر و بعد همکار. و بسیار به من احترام میگذاشت.
من شاید بیشتر اعتماد به نفسم از همینجا میاد که من وقتی 21 سالم بود در ایران، قبل از اینکه پدرم ایران رو ترک بکنه و برگرده به امریکا، من رو برد دادگستری و همه اجازه های قانونیش رو کرد به اسم من که من بشم قیم دار و ندار آثار او در ایران. خیلیه، من 21 سال بیشتر نداشتم، چیزی هم نمیدونستم، اما او به من خیلی بیش از حد اعتماد داشت، گمان میکرد من اشتباه نمی کنم. اشتباه هم نکردم در حقیقت. آلبوم هاشو همه رو من از ایران آوردم براش اینجا، این آلبوم هایی که امروز اینجا هموطنان در دسترس دارن من خودم از ایران آوردم، از رادیو صدای ایران واقع در میدان ارک. و دوش به دوشش بکوب، هرچه اون میگفت همون بود. من از بیمارستان آمدم بیرون، چه بکنیم، بازگشته دوباره با همسفران زندگی بگذاریم، گمانم خوبه، و آلبوم بازگشته دوباره رو تهیه کردم و بریم آلمان، بریم آلمان، مریضم به اشکال نداره، بریم پاریس، بریم پاریس. و خیلی ما بهش نزدیک شدیم. و بعد از که پدرم بیمار شد و وقت داشت که در منزل بنشینه و به عنوان یک پدر به ما نگاه بکنه، بسیار بیش از حد تصور احساس پشیمانی کرد از آنچه که اتفاق افتاده بود و گفت من معذرت میخوام. چند تا ازدواج؟ چند بار ازدواج کرده بگید؟ آخرین ازدواج پدرم خانم چهارمش بود. خانم چهارمش بود. نکنه نکنه روز سفرم همسوی خود و رو برم هدیه میدادن ببرم کاسه آب خالی نشد پشت سرم واسه اینه که در بدرم با قصه ها هم سفرم واسه اینه که در بدرم با قصه ها هم سفرم. ژاکلین راضی هست که امروز یک ترانه سرا، یک آهنگساز، یک خواننده در جامعه ایرانی؟ بسیار راضی. حقش رو گرفته تا به امروز؟ نخیر. راضیه ولی حقش رو گرفته؟ حقش از هنرمند ها گرفته، ولی زمانی که به خوندن خودش رسیده همیشه حقش رو یه جورایی پامال کرده. کی؟ همش. برکه اگه من بخونم خب بد نمیشه که. شعرها رو دیگه به اونا نمیدی؟ آهنگارم به اونا نمیدی؟ خب الان هم میخوام همین کار رو بکنم. واقعا میگم خنده های نیمه کار رو نمیخوای بدی؟ من یه مدتی چه اشکال داره؟ یه مدتی حقمه، میخوام برای خودم کار کنم. 400 و اندی آهنگ و ترانه ساختم، وقتشه، دلم میخواد. 400 اندی آهنگ و ترانه؟ بله. خیلی کاره. خیلی کاره. یک نفر آدم فیش کدوم شبیه اون یکی نشده. بلکه من ارمنی زبان هستم، بسیار سعی میکنم بیشتر از یک مسلمان که زبان مادریش فارسیه، یعنی فارسی زبان، سعی میکنم که کوشا باشم و زحمت بیشتر بکشم. اگر من اشتباه بکنم میدونید یهو پرچم میسازن از این قضیه. میگن آقا شما شما ارمنی زبانی برای چی اومدی اصلا شعر فارسی بگی که اشتباه بگی؟ من گهگاه از ترانه سراهای فارسی زبان اشتباه میشنوم، ولی هنوز خودم اشتباه نکردم. حالا درست، ما همین سوال رو شاید از شما به یه نوع دیگه ای بکنیم. خانم شما ارمنی هستید، بسیارم به احترام میذاریم، دینتون هم دین هستش که باید قبول داشته باشه یک مسلمان. بله. اما خانم شما رو چه به علی، به امام رضا، چطور شد که رفتید سراغ ادیان. شعر علی و شعر امام رضا؟ میدونی علی جان، من دنیا رو اگه بخوام الان فقط اینجا ببینم، اینجا یک اتاق بزرگ بسیار زیباست و چقدر تمیزه. مست. علی خیلی زحمت کشیده، نوشین فر خیلی زحمت کشیده، همکارا خیلی زحمت کشیدن، ولی من دیوارها رو میشکنم و دنیا رو وسیع تر میبینم. اگر من متعلق به ملت ایران هستم که این تعلق رو خود ملت گذاشتن بخوای نخوای گردنم. یعنی زمانی که من در یکی از مجلات هفته پیش دیدم که یک سری تازه کار رو، کسی هم نبودم، یعنی هنوز
کاری نکرده بودم. گفتن نامدار معروف و سرشناس. مثلا خنده داره. نمیدونی. پیش خودم فکر کردم که کشکی مگه میشه سرشناس شد، محبوب شد، نامدار شد. زنگ زدم به یک نفر از دستاندرکارا، گفتم که عزیزم نامدار و سرشناس و محبوب و خیلی ولخرجانه هدیه کردید. من دوست ندارم اتفاقا این کلمات رو. من چشم و دل ملت ایرانم و اینو با اطمینان گفتم. چرا هستم؟ برای که بهشون همیشه راست گفتم، باشون صادق بودم، گفتم آنچه که در قلبمه. کلیشه حرف نزدم. کلیشه حرف زدن کاره بلا نسبت شما، بلا نسبت بیشتر دستن در کارا، کار یک آدمیست که زیاد نمیدونه. دروغ گفتن هم کار آدم کوچیکه. آدم بزرگ دروغ نمیگه چون واهمه ای نداره. و الان موزیک ایران در اون جهت متاسفانه در حرکته. زیاد به خرجی نکنیم در مقابل کسانی که میان، بگذاریم بیان سر صدا بکنن و بعدشون کردیت بدیم، قابل قبوله. ولی من احترام هنریم رو از این جهت گمون میکنم خریدم که به همه ادیان، از هر قوم و دین، به تمام هموطنان احترامم رو گذاشتم و باورم رو انقدر بردم کشیدم رو دوشم که به علی معتقد شدم که بوده، به امام رضا معتقد شدم چون قصه امام رضا قصه حقیقی است. من یک روز رفتم مشهد زیارت و این زریح رو گرفتم دستم. پدرم رفته بود. از امام رضا خواستم که به من توان بده که من بتونم خانوادم رو اونجوری که باید و در خور شایسته یک خانواده حسابی هستم. میدونیم مادر من از خانواده ساکیانه، ساکیان ها بسیار با نام، بسیار خانواده وسیع و تحصیل کرده ای هستن. من بتونم عهده‌دار مسئولیت بشم. و بعد آینین به من رسید از طریق فیلم و خانواده را آنچه که باید، آنچنان که باید روی چشممون گذاشتیم. و بعد کتی هنوز درس میخوند و بعد کتی به ما پیوست. بچه های بسیار خوبی بودیم برای خانواده، هم برای مادر هم برای پدر. ولی من باورهامو دوست دارم. زمانی که از امام رضا این توان رو خواستم، آمدم بیرون دیدم کفشامو یه نفر برده و برده بیچک و چونه. گفتم امام رضا من اینو می نفسم. آمدم اینجا خواب حضرت علی رو دیدم. دیدم یک نفر با لباس سفید بلند در خونه رو زد، در رو باز کردم، یک کشکول به من داد، گفت اینا حضرت علی فرستاده. پاشیدم نوشتم دل با پسی ندارم تا که علی یارته، دست های پاک این امام همیشه همراهته. آخه دل و پسی وقتی میاد که اعتقاد بمیره، دل آدم از روزگار بی اختیار میگیره. دست علی سپردمت تا بدونی دوست دارم. تو دست پاک این امام با دل و جون میگذارم. و بعد احساس کردم که خیلی بد شد. من به امام رضا قول دادم، برای علی نوشتم و نشستم رو این قصه امام رضا بسیار اندیشیدم و نوشتم یادش به خیر اون زمونا که خونم تو وطن بود، زیارت امام رضا همیشه کار من بود. و هرچه نوشتم حقیقت بود، به همین خاطرم گمانم به دلها نشست. و بعد رفتم شب شبات رو نوشتم برای قوم یهود. و بعد در نهایت من مسیحی تو مسلمان رو نوشتم برای مسیحیان هموطن. من متعلق به همه هستم، باید منو پذیرا باشن برای چیزی که هستم. اوکی. میریم از قصه امام رضا همچنان ادامه داره. خواننده یک آهنگ امام رضا رو خونده، یکی از خواننده های بسیار معروف ماست، شهره سلطی از بله شهره، ولی از طرفی هم شهره به عنوان یک خواننده پاپ، یک خواننده سکسی، یک خواننده پر جنب و جوش، یک خواننده ای که زیباترین میکاپ ها، سکسی ترین لباس ها رو بر تن میکنه. سوال برانگیز بود چرا ژاکلین شهره رو انتخاب کرده برای این آهنگ. چرا نکنه؟ باور شهره ربطی به مودی که
امروز در نظر میگیره که بپوشه که انتخاب شخصی خودشه؟ نداره. شوره میتونه به امام رضا معتقد باشه لباسش هم بسیار مدرن انتخاب کنه. انتخاب اوست. ویدیو رو چی فکر میکنی؟ ویدیو رو گمان میکنم که نه، با میکاپ آرایش زیاد دوست ندارم. من زمانی که میرم دعا میخونم، کلیسا میرم یک شنبه ها، در دبی رفتم مسجد، نماز جمعه بود، صورتم رو شستم و چادر به سر کردم. خب چادر به سر میکنم، از سرم نمیفته، عادت نباید داشته باشیم. لاکامو پاک کردم و حمام گرفتم. میگن وضو میکنی؟ بله. و وقتی رفتم دبی، رفتم مسجد دعا بکنم، عجیبه همه به این سو دعا میکردن. من نگاه کردم به موکت زمین و دیدم نقشای مساجد از این وره. فکر کردم مثل که همه اشتباه ایستادن، قبله باید این ور باشه و من تنها کسی بودم که طرف قبله دعا میکردم بدون اینکه بدونم. فقط مغزم به من میگفت که قبله باید این ور باشه. و وقتی کفشامو خواستن ازم بگیرن گفتم نمیدم. گفتن چرا خانم، اینجا نمره ایه. گفتم نه، یه بار گذاشتم رفت، الان پا برنه نمیتونم برم تو خیابون. کیسه دادن؟ بله. بعد یک کیسه به من دادن، کفشامو گذاشتم توش و از اونجا یک تسبیح برداشتم و دعا کردم. نماز بلد نیستم، اما تا دلتون بخواد قلبم به خدا نزدیکه. دعا کردم، برای همه دعا کردم، برای ملت ایران دعا کردم. اول خواستم همه به آرزوهاشون برسن. اگر خدا تای کیسه دید که آرزویی مونده، خب به آرزوهای منم توجه بکنه دیگه، ضرر که نداره. من همه چی رو برای خودم نمیخوام، میدونین علی جان؟ همه چی رو برای همه میخوام. باز همین وقتی برای من در شو بیزینس نمیخوان، یهو کمیارم میگم ای بابا، باز به ما رسید آسمون دبید. برمیگردیم دوباره به پدر. سر صدای بسیار زیادی چندی پیش بلند شد که ژاکلین بچه بزرگ ویگن، دختر ارشد ویگن با همسر چهارم ویگن دلخوری پیدا کردن در روز یاد بود چهلم ویگن در کلاب آرارات. کلاب آرارات. و حتی ژاکلین آسیب هم دیده و زمین خورده، بخاطر اینکه می‌خواست گیتار ویگن رو برداره با خودش ببره بیرون که خودش داده بود. نمیدونم داستان چیه. بله. دوست دارم بدونم. میدونید علی جان، متاسفانه طرز تفکر فرهنگی ما با اروپایی ها، با امریکایی ها، با چینی ها، با ژاپنی ها فرق میکنه. حتما فرق میکنه. هر کسی مدل خودش میاندیشه، فرهنگ خودش رو داره، باورهای خودش رو. وقتی پدر من به من گفت برو اون گیتار قرمز منو که اصلا معلوم نیست چرا گلی خریدم، گلی بیار میخوام تو ببری خونه، یاد بوده من باشه به تو، من گفتم من اگر اینو ببرم یعنی خداحافظ. ما این چنین هستیم، فرهنگمون این چنین. گفتم نه، هزاران سال خودت زنده باشی خودت بنوازی، من چی کارم؟ من گیتار دارم، عوضی یه دونه 11 تا تخونه گیتار دارم. گفت نه ببر. اما بر نداشتم. روز چهلم پدرم وقتی این گیتار رو دیدم برای اولین بار، مراسم یاد بود از ویگن بسیار بود، در بنیاد ایمان از ویگن یاد شد، روز سالگردش در همون چپل واقع در همون سمتری سر مزارش، اونجا برنامه بود. گیتار ویگن هرگز نیامد و وقتی در چهلش آمد روی صحنه گفتم حتما برای من آوردن. وقتی آمدم تشکر بکنم از رسانه‌های گروهی، میکروفونم رو قطع کردند. و دلیل اینه که اینو اینقدر راحت به شما میگم به خاطر که از نظر قانونی اجازه دارم که بگم. اول این برنامه از برنامه گورگن زرگریان در شهر گلندل پخش شد و همین زده خورد. بله. و زمانی که پخش شد تلفن‌های مردم به خصوص به من که خیلی آلرژی دارم، منو میشناسن، دوست نداشتن یک همچین تصویری رو ببینن، سرازیر شد و من
اجباراً به خاطر اینی که نشون بدم که چگونه بوده. دستام من بسته بود، امروزم به احترام شما دستم رو باز کردم، به تو نشون خواهم داد دستم ناقص شده. و گفتم خب برای من آوردن، ولی وقتی میکروفون رو قطع کردن کمون کردم، خب سوء تفاهم، گفتم عزیزم میکروفونم قطع شد، زدم رو میکروفون، خواهش میکنم که برسید وصل کنید، و وصل نکردن. و گفتم که خوب یادم، گفتم که یادتون باشه در تلویزیون کار میکنم و این برنامه رو در تلویزیون پخش خواهم کرد، از آنجایی که مردم میدونن صداقت منو، شجاعت منو و اون اعتماد به نفسی که دارم. هر کاری میکنن در این شو بیزینس ازم بگیرن نمیشه، در خونمه، از خون آدم چی میتونن بگیرن؟ گفتن جاکرین جان بی میکروفون حرف بزن، گفتم چشم. بله، انسانی که قلب داره، شرف داره، حرف داره، برای زدن میکروفون نمیخواد، بی میکروفون میگم. و بقیه حرفا رو بسیار مؤدب زدم، تموم شد و گفتم آقای جورج یادتون هست گفتید مومنتوم ببرید، مومنتوم یعنی یادگاری، چشم، الان میبرم، گیتار ویگن متعلق به منه. و برداشتم این گیتارو، فیلمش هست، پخشم شده، هموطنانم بسیار متشکرم ازشون، خیلی عشق ریختن، ای کاش نمیدیدن به عشق نمیریخت، هم بهترانه ما شادی میخوان، عشق میخوان چه میکنن. و خانم پدرم دستور داد، یعنی پاشد ایستاد و گفت ناو، یعنی الان. و خواهرش، یعنی خواهر همسر آخر پدرم، دستش رو آورد و خیلی راحت منو هل داد، بعد از قدم دوم شاید و من پرت شدم، چون میخواستم گیتار بیگه نشکنه، یه گیتار رو بردم بالاتر و بالاتر و بعد با زانوها خوردم زمین و انقدر سریع اتفاق افتاد و فشار هل دادنش شدید بود. این حتی توی دوربین هست و زوم شده روی این قضیه دست، و که هم زانوهام صدمه دید، هم کمرم صدمه دید، هم به خاطر این فشار گیتار که سرم رفت عقب، موم میدونید که من موم زیاده دیگه، بله، تعارف نیست، هست، دو مسبی بود، تکون خورد. و دست هامم یک آقای ارمنی گرفت که گیتار رو بزور از دستم، بلکه از این طرف که رفتم بنشینم، خانم پدرم از روبرو آمد که با حمله یه دوم روبرو بشم، من ایشون رو فرشته صدا میکردم، You are my angel. زمان سخنرانیم در بنیاد ایمان، من همیشه سخن برای بیگم بودم در تمام دوران بیماری، یعنی من حرف میزدم، دیدید یادتون هست. و او من گیتار رو، بله، او وقتی میخواست گیتار رو از من بگیره فریاد میزد که من از هل آمدم، یعنی از جهنم و پیتزا هل، که من اون موقع نمیدونستم یعنی چی، یعنی بدترین قسمت جهنم. خواهر ناتنیم برام ترجمه کرد بعدش، و متاسفانه این اتفاق افتاد که ای کاش اون روز حداقل نمی افتاد. کدوم بچه روز چهل پدرش میره بیمارستان با صندلی چرخدار و برانکار، میبرنش مموریال گلندل هاسپیتال. ولی از اونجایی که این واز پابلیک دومین، مثل تمام برنامه های دیگر ویگن، خب اونجا فیلم بردار بود که بیارن در تلویزیون ها نشون بدن، هیچ که نمیدونست که این برنامه داره فیلم برداری میشه. و در نهایت وقتی من چرخ زدم، همسر پدرم فریاد میزد، اسم یک آقایی رو صدا میزد، یک آقای ارمنی که بسیار ادعا میکرد که دوست پدرمه، دستهای منو بسیار بدجور فشار داد و گیتار رو به زور از دست من کشید، آن هم در ویدیو هست، و اگر دقت بکنید ببینید اینجای دست آدم صافه، نگاه کنید صافه، اگر اینو ببینید دستم داره دفرم میشه. و دلیلش اینه که وقتی از طریق دکتر سباقی اینو میگم، که دکتر نرو و جراح نرو هستن، دکتر تپرت و گفتن که چون از طریق نرو دیگه، نرو گردنم، این مثلا تغذیه نمیشه، مثلا شرینک میشه، یعنی آب میشه و دستام ناقص خواهد شد.
و بعد گردنم. و وقتی که در امریکا شما اتک دارید، یعنی به شما حمله میشه، شما قانوناً اجازه ندارید که بگذارید که این کسی که به شما حمله کرده قانوناً دست از سر شما برداره و راحت بره پی کارش. شما قانوناً باید شکایت کنید. نتیجتاً بیمارستان وظیفه داشت که زنگ زد شریف دیپارتمنت. وقتی من از اتاق اکسرا بردن بیرون، دیدم همه جا پلیس هست، از من امضا گرفتن که یا باید زندانی بکنم کسانی رو که به من اتک کردن، یا بایستی از نظر قانونی این قضیه رو پیروی بکنم که من زندان رو ازش چشم پوشی کردم. سیویل کیس به وجود آمد. سیویل کیس به وجود آمد و قانونن الان ما مسائل قانونی داریم. با همشون، یعنی با همسر پدرم، دختر همسر پدرم از ازدواج اولش، خواهر همسر پدرم و این آقایی که دوست پدرم بود. 4 نفر رو سو کردم. تحت عنوان نامی چون بنیانگذار آقای جورج که بسیار اصرار داشتید که من مومنتوم بردارم، گیتار ویگن رو به یادگار میبرم. دوست دارید میتوانید به پلیس استیشن زنگ بزنید. نمیدونستم اینقدر طولانی هست. میدونی چرا سو کردم؟ مهمترین قسمت این استش که من باید کمرم، گردنم و جفت دستامو جراحی کنم و شاید هم پامو. نتیجتاً وقتی شما بیمه ندارید میشه پری اگزیستینگ کاندیشن، یعنی اتفاقی که افتاده بیمه نمیپذیره. درسته. اگر فردا مثلا زد و ما سر این شرایط فلج شدیم، ما $100,000 برای اینجور جراحی ها در امریکا مخارج لازم داریم که بیمه بهمون نمیدن. بلتب کسی که باعث این درد سرها شده باید بیمه های اونها یک همچین مسئله ای رو قبول بکنن و حداقل ما سلامتیمون رو تا حد توان پزشکا به دست بیاریم. برمیگردیم به زندگی خودت. ژاکلین آدم از خود راضی هست؟ از خود راضی با از خود مطمئن فرق میکنه. اوکی. نه؟ فرقش برای ژاکلین چیه؟ من از خودم خیلی مطمئن هستم. ولی از خود راضی نیستی؟ نه. اوکی. از خود راضی بودم آهنگامو به هنرمندای دیگه نمیدادم. نگر میداشتم برای خودم. نه؟ مشکله. یه تیکه یه جونمو میکنم برای موفقیت کسی دیگه نردبان میشم. بعد از خود گذشتگی بکنی. ولی مطمئن هستم به کارم. بله، چون شما هم هستی. اگه شما اطمینان به کارت نداشته باشی چگونه آن کات را میندازی؟ میدونی چه میکنی؟ اون اطمینان رو دارم، میدونم کارم رو بلدم. اوکی. موفقیت رو در چی میبینی؟ در کار خوب. کار خوب چیه؟ کاری که از قلب بر بخیزه، نه که دنبال قافیه و ملودی های دروغی باشی. تلفیق شعر و موسیقی،
تلفیق جفتشون با صدایی که اجرا میکنه کی باید کویر رو اجرا میکرد؟ شهرام سنتی. کی باید صندلی چوبی رو اجرا میکرد؟ معین. کی باید هوس رو اجرا میکرد؟ شهره. کی بایستی تصویر رو اجرا میکرد؟ لیلا. کی بایستی پرنده رو اجرا میکرد؟ گوگوش. این انتخاب ها. کی باید ما همه ایرانی هستیم رو اجرا میکرد؟ اندی و کروس. کی باید صحنه رو اجرا میکرد؟ سیاوش. انتخاب درست برای اون شخصیت، برای اون سن و شعر و آهنگی که ماندگاره، کردیت سازه، آینده میسازه برای کنرمند. یعنی زحمت زیاد. ژاکین زیاد رابطه خوشی با کمپانی موسیقی نداره. خب چرا؟ پورسان بمون نمیدن. یه پول بگیر مادام العمر این کار فروخته بشه. من سیستم رو دوست ندارم، خود کمپانی ها رو دوست دارم، باشون چای و قهوه هم میخورم، احوال پرسی هم میکنم، دوستان من. به هر حال بد یا خوب هم اونا به من، هم من به اونا عادت کردیم. شما نمیتونی بگیم 35 سال شما من عادت نکردی علی جان، من به شما عادت کردم. شما رو میبینم با دوست داشتن میگم علی جان خوبی، بمیرم برات و بمیرم برات از دل و جون میگم. نه باید کنسرت میرم، نه تو زندگیم ازت چیزی خواستم. ببین اونو که میگه بمیرم برات براش کنسرت میذارم، باور نکن. بمیرم برات منو بخر، چون بدون هیچ نوع نیاز مالی و معنویه، اون حقیقته. بمیرم برات کم نیست. طرف میگه ژاکلین جان، میگم جونم، جونم جونمه. کسی به من چیزی میگه میگم چشم، یعنی چشم. معنی داره این کلمات. ما شانسی همجوری، کشکی، دل به دریا دیگه. یه چشم میگیم و بعد میریم انجام هم نمیدیم. آخه اینجوری نیست، حساب و کتاب توشه. ولی کمپانیا متاسفانه موزیک ایران کپی رایت جهانی نیست. نمیدونم کی کپی رایت جهانیش میکنه. هر کس دلش میخواد هر کاری بکنه میکنه. یعنی من یک بار یک شعر آهنگ میسازم، هنرمند از اون شعر آهنگ سالها با کنسرت ها بهره میگیره، کمپانی هم هر جوری دلش میخواد، گلچین غیر گلچین، تصویر تازه غیر تازه، کمپانی بغل دستی، همه میزنن همه میخورن. سازنده بیچاره که اولین بعض رو کاشته که این بشه گلستان، کبیر گلستان بود دیگه، تعارف که نداریم، گرفت دیگه. و چه اجرایی کرد چرا بیزولتی؟ حقا خیلی صداشو دوست دارم. و من پول یک بار گرفتم. من چیزی رو که دوست ندارم نامنصف بودنه. حالا هم میگن بیاید شما آهنگ‌ها رو به ما اجازه بدید بذاریم رو اینترنت، پول نگیرید. میگیرم. اگر دونه‌ای 500 دلار بگیرم 400 تا کار 200,000 دلاره. مگر اونجا نمیفروشن؟ میفروشن. ولی من نباید پول بگیرم. خب منم امضا نمیدم. من میخوام از حق یک انسان تحت عنوان ژاکلین، آن ژاکلین دیگر شاعر، آن ژاکلین دیگر ترانه سرا. آخه من چند نفرم از بخت بد؟ به 6 نفر دیگه جواب دارم پس بدم. یه نفر که نیستم. کدومشون از همشون راحت تره؟ ژاکلین ترانه سرا، آهنگساز، خواننده؟ هیچ کدوم آدمای راحتی نیست. نیستن. همه حقشون رو میخوان. نه کدومشون راحت‌تر بهش بشه باش کنار اومد. وقتی میخوان حق تو بخورن؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم. حضرت علی گفته حق گرفتنی است، دادنی نیست. من نمیگذارم حقم رو بخورم. مگه شانسیه؟ چرا بخورم؟ چند سال بخورم؟ گفتم بابا آقای سوکایی دیگه انشالله کی؟ گفت کی چی؟ گفتم کی؟ تقریبا ما روشنه با خودمون. و چرا بایستی یک سازندهی که مردم دوست دارن؟ من خیلی افتخار میکنم، منو خیلی دوست دارن، متشکرم و نگه میدارم این دوست داشتنم. با جون و دل ستایش میکنم این دوست داشتنم. غیر ممکنه از من چیزی رو ببینن که در خور شخصیته والای یک بانوی ایرانی نیست. غیر ممکنه من مثل بچه های 18 ساله مو ببافم که جوان به نظر بیام. میدونید منظورم چیه؟ من به چیزی که هستم میبالم.
من دوست دارم سنی رو که دارم. چرا؟ چون این همه آهنگ و ترانه رو کی ساختیم؟ هنرمندهای ما میگن ما 30 سال تجربه هنری داریم، 35 سالمونه. اه من میشم چیزی آقای امیر قاسمی پیشکسوتیم. باش چشم، چند سالگی شروع کردین که شما در 35 سالگی پیشکسوتیم. من اینو با آقای معین میگم، الان با معین کار میکنم، چقدر دوستش دارم دادا رو. خب من میگه دادا برام میخونه، بهش میگم قشقه ضعف میره اصلا، برای که میدونه راست میگم، حقیقت رو میگم. کسی که حقیقت دوسته منو دوست داره، کسی که دوست داره دروغ بشنوه اصلا چرا بی خودی با من وقتش رو تلف میکنه؟ وقت نه، وقت نیست، زندگی همین لحظه است، همین الانی که من و شما نشستیم که قسمت بزرگی از زندگی ماست. این رفت که بمونه، هم در خاطر ما بمونه، هم امیدوارم که در خاطر مردم بمونه، هم تو آرشیو شما بمونه. این قسمتی از زندگی ماست. درسته. همه فکر میکنن که برای ابد هستن. زندگی مهمانسراست. درست را بریم، درست از روح هم مهمان نوازی کنیم، سفره عشق پهن کنیم. چه اشکالی داره اگر من کنسرت های شما نیستم، شما رو دوست بدارم، خوشحال بشم علی امیر قاسمی موفقه؟ حتما باید زینف باشم؟ آخه این چه قانون انسانیه؟ من نفهمیدم و نمیفهمم، بلکه من از نوک پا تا سرم فقط قلبه. وقتی به عقل میرسه که میبینم که منو دیگه خیلی کوچولو قلم داد کردن از نظر مغز محکم میارم و برنده میشم تو مسابقه یه لج و لج بازی. او بگو ما بگو، بگو ما بگو، که میاد به این خنده های نیمه کارم. خنده های معروفی که همیشه دربارش من صحبت میکنم. بله شما خیلی دوست دارید. خیلی دوست دارم. آیا یک تمسخر یک خنده داره دیگه؟ به اون صورت میگم اصلا خنده داره وقتی فکر میکنی که ای بابا من 35 سال کار میکنم. اگر من در هالیوود کار میکردم الان من بیلیونر بودم علی جان، فقط از پورسانت کارم. نه؟ ولی اینجوری نیست. به همین خاطر دیگه میخوام برم کنسرت، نه به خاطر فقط پول. اگر من متعلق به ملت هستم که هستم، اگر متعلق به یک کشورم که با داشتن شوهر امریکایی، با بودن در امریکا، هنوز عاشقانه مملکتم رو میپرستم، هموطنانم رو میخوام ببینم، میشنم برای آن ژاکلین دیگر میسازم، خودم میرم به صحنه شب شیرین‌تر رو میسازم. به خودم میبالم که یک ایرانیم، خوشا به حالم که یک ایرانیم. به خودم میبالم که یک ایرانیم، خوشا به حالم که یک ایرانیم. با همه رفیقم، با همه جونجونیم، ارمنی زبانم ولی من تهرونیم. به خودم میبالم که یک ایرانیم، خوشا به حالم که یک ایرانیم. ژاکلین در اثر آهنگساز یک بار یک تستی رو به مازدار ارائه داد که این تست عمر بسیار کوتاهی داشت. پدرم مریض شد. نه اونو نمیگم، تحت عنوان ژاکلین و کتی. اه اون تست رو برای کتی رفت. چرا؟ گفت این دنیای موسیقی به درد من نمیخوره، همش پارتی بازیه. آه به خاطر اون رفت. بله گفت اگر شما رو هم دوست دارن و به شما پر و بال میدن، چون ژاکلین جان با شما کار دارم. من این همه سختی رو نمیتونم به جون بخرم. رفت ازدواج کرد، بزنم به چوب، خیلی خوشبخته. و چه فکر خوبی کرد و در کاری که الان داره، میدونید اگزیکیتیو کمپانی بزرگ میکاپ بسیار موفقه و 52 نفر برای خودش کار میکنه. و چه کار عاقلانه ای کرد. ولی همیشه گفت که یک بار علی شانس نداشتم برای من یه ویدیو بسازم. هنوزم میگه شما رو خیلی دوست دارم. مرسی، منم دوستش دارم. آیا فکر میکنی ژاکلین خواننده موفقیت ژاکلین ترانه‌سرا رو داشته؟ ژاکلین خواننده آنقدر برای دیگران ساخته که بعد یه بعدها به مرور زمان یادش رفته خودش چی باید بخونه چی نخونه. تو نمیتونی یک دقیقه بشی شوره، 2 دقیقه دیگه بشی شهرام، 3 دقیقه دیگه بشی لیلا، 5 دقیقه دیگه بشی هلن.
به اونا فکر کنی، یعنی منظورم اینه. 8 دقیقه دیگه یهو تغییر جنسیت بدی دوباره بشی معین. بعد بشی شهرام سلطی، بشی شهرام شپره، بشی بلکتس. هر روز بشی یک نفر و بدونی ژاکلین کیه. الان میدونم ژاکلین کیه. خیلی خوب پیداش کردم. با یک سبک ژاکلین کیه؟ با یک سبک تازه میاد. کسیه که وقتی میاد آهنگ ها و ترانه‌هایی رو میخونه که اصلا فقط به درد خودش میخونه. نه اینکه این مشکل پیش نمیاد که بگین. ولی اگه شعرم خوب میخوند خوب میشد. یعنی به درد صدای اون نمیخوره. ژاکلین راحت این خواننده که باش کار کرده کی بوده؟ از نظر اخلاقی یا از نظر هنری؟ اخلاقی اول. پنج دقیقه سکوت و هزاران فکر. وقتم چون خیلی کمه میخوام سریع ازت. جمشید علی مراد بسیار آسون بوده و پدرم از همه آسون تر بوده وقتی به کار میرسه و موین. اوکی. از لحاظ کاری با خودم راحت تر کار میکنه؟ با ویکن بسیار راحت کار میکرد. با ما این خوب کار میکنه. با شوره خیلی کار خوب کار میکنه. خیلی گوش میکنه به من. با لیلا، شهرام سلطی، ایبی، مرتیک. همه رو داریم میگیدیم که نمیشه خب شد. گوش میدن، یاد میگیرن آهنگارو و بعد خیلی به من توجه میکنن. از کدوم خواننده خوشش نمیاد؟ با کی دیگه هیچ وقت کار نمیکنه؟ امید یادم رفت بگم. با امیدم کار کردم، با پویا کار کردم، با همشون کار کردم دیگه. با کدوم خواننده میگم دیگه کار نمیخواد بکنه؟ 4 دقیقه وقت دارم، میخوام تون با اندی خواهد. کار نمیکنم دیگه هیچ وقت. شهرام شپره کار نمیکنم هیچ وقت. و ازدت کردم؟ دلخورت کردم؟ بله. اوکی. رنجوندنم. از شهرام رنجیدم شپره به خاطر حرف زدنی که برای پدرم زد. هرگز نمیبخشمش. پدرم رفت، همه سعی کردن درست کنن قضیه رو، ولی درست نمیشه. در مغزم من دیگه تموم شده است. وقتی نمیبخشم نمیبخشم. احتیاجی ندارم. یه پول نمیسازم. اونا چقدر ضرر میکنن. گفت من هیچ وقت دوست ندارم بشم 75 ساله گیتارم رو بندازم گردنم دیلینگ دیلینگ بکنم مثل یک این هنرمندمون. من نشته بودم هیچ وقت. و این حرف زمانی که ویگن بود حرف خوبی نبود. حتی وقتی هم نیست الان برداشتن نوشتن پاپ فادر آقای شمعی زاده، این هم حرف خوبی نیست. ایشون پاپ فادر نیست. پاپ فادر ویگنه. پاپ فادر شهبال نوشتن. نه الان آقای شمعی زاده هم می نویسن پاپ فادر. آخه. نه بعد می نویسن. چون پاپ فادر ویگنه و یه پاپ فادر داری. نمیشه عوض بشه؟ نمیشه نه. مثلا نسل امروز یه پاپ فادر میشه به شرطی که 55 سال زحمت رو به جون بخره. آخه. از در خوانندگی و بعد سبک بیاره، پایه گذار یک موزیک بشه. که ویگن گیتارشو بندازه گردنش، در اون زمان تاکسیدو بپوشه بخونه، بکنن بردارن لقب. والا این لقب ارثیه پدری من نیست به من، ولی این منصفانه نیست وقتی یکی میره ما لقبش رو برداریم. چرا باید برداریم؟ مگه لقب کم داریم؟ اعتقاد نداری که خود ویگن هم اینو از دنیای غرب برداشته و آدمای مثل الویس پریستی، بادی هالیدی؟ برحال اگر برداشته ویگن هم الویس ایران بوده. اما آقا شمعی‌زاده الویس ایران نیست. متاسفم. کاشکی بود ولی نیست. حقیقت دیگه. آنکاتیم نه؟ بله. هم آنکاتیم هم من همیشه آنکاتم. چه برنامه خوبیه. آنکات در آنکاته. ولی خب. ولی خب مثلا میبینی مایکل جکسون امروز کینگ آف پاپ بهش میگن. در اصل اون دوران کینگ آف پاپ یا کینگ آف راک اند رول مثلا. ولی شما ببینید مایکل جکسون چگونه آمد. این رقص مونلایت ترون که میرخصه. بله. شما چقدر تریلر رو دوست داشتید؟ یادتونه میخواستیم یه تریلر رو بسازیم اون موقع که چارچل اصلا مود نبود. خب یک سبک بیارن، یک سری از خودشون مایه بگذارن، لقب بگذارن. آخه همین جوری مثلا چه فرقی کرده با آلبوم قبلی این قضیه؟ که چون فقط فرقش تنها فرقش اینه که ویگن نیست. میدونید به خودش چی میگه؟ به من مهم نیست چی میگه، چون من اصلا گوش نمیدم بهش دیگه. صد دفعه گفتیم آقا نکن دیگه، صد یه بار که نمیتونم بگم. میدونید ما رو بچه میانگارن چون از ما بزرگترن، و
ولی خود ما هم بچه نیستیم. تازه تاریخ تولدمون رو گفتیم. با خواننده زن همه رابطه خوبه؟ بد نیست. با چی؟ تا حد خودشون دیگه. حد خودشون چیه؟ دیگه با خواننده زنمون کار نمیکنه. نمیکنی؟ نه، مگه من مردم. میخوام برای ژاکلین کار کنم. یک مدت طولانی. بله. زندگی در چی میبینی؟ زندگی کردن رو در چی میبینی؟ در زندگی رو ازش آسون گذر نکردن، برای زندگی زحمت کشیدن، در زندگی خوبی کردن، در اعتقاد به خدا، در کمک به هم نوع، در مهربانی. زندگی باید کرد با صدای ناله آب، آفرین باید گفت به شکیبای مهدا. در این فردا رو چی میبینی؟ فردا رو میبینم که از امروز تا فردا به اندازه 100 سال دیگه باید رشد کنم. هنوز فکر نمی کنم خیلی به تکامل رسیدم، هنوز فرصت دارم. فردای بهتر رو برای خودم میبینم، اگر خدا بخواد. اول بعد او بخواد، بعدم شما بخواید. نلی جان، خواهش میکنم. فردای موسیقی ما اینجوری که پیش میره که هر کس که دو تا اکستنشن گذاشت و سه تا هم لباس کوتاه پوشید و یه سری هم رقصنده اومدن دور شلوغ کردن، صفر. نه، دور ززابی آمدن، آهنگ و شعر درست خوندن، از همه هنرمندها خوندن و سوء تفاهم نشه. ما همه باید کار کنیم، هموطنیم، رفیقیم، مثل زنجیریم، همه از اون سفره باید نون بردارن. آهنگ و شعر درست انتخاب کردن، پرستیژ یک خانم ایرانی رو نگه داشتن، هر شعر خار و ذلیلی رو نخوندن، فکر نکردن که این بشکن ها سر و صدا داره. بشکن یه ما هم سر و صدا. یعنی طرز تفکر باید باشه، پایدار بودن، ماندگار بودن، زحمت برای ماندن، نه زحمت برای آمدن و رفتن. چند تا هنرمند آمدن رفتن؟ میدونی چرا رفتن؟ چون آمدن خوب بود دیگه، لباس قرمز پوشیده بودن، اتوبوس قرمز بود، رنگی بود، بچه ها خوشحال شدن، خودشون هم رفتن. برای که مردم فکر کردن اینا کتابایی هستن که خب دیدن خیلی خوب بود، پس هم گذاشتنشون رو تاخچه. چرا باید اینقدر پول خرج بشه که یه همچه اشتباهاتی بشه؟ بالاخره میان که آینده سازی کنه. یه همزبون مهربون از خاک ایران برای من سوغاتی داده با دل و جان، یک مشت خاک وطن و هدیه آورده، یه سرزمین و به من حقیر سپرده، یک مشت خاک وطن و هدیه آورده، یه سرزمین و به من حقیر سپرده. تو میره همکارای کدومی دوست داری؟ همکارای خواننده ترانه سرا زویا زکریا، آهنگساز قمشی سیاوش قمشی. اوکی. خواننده سبکای مختلف رو دوست دارم. موین خیلی دوست دارم، گوگوش اجراش بی نظیره، ابی سیاوش قمشی سبکش خیلی دوست دارم، و این فریدون که غریبه رو خونده مال ایرانه، خیلی صداش دوست دارم. مال آمریکا است، بعد رفته ایران. بله، خب اینجا بعدا معروف شد، بعد که رفت. خب منم باید برم دیگه، برم بیام معروفشم. ماشو نمیزیم شما بگیم. خوشحال شدم با صحبت کردم، بسیار لذت بردم، و از این راسخ بودن بسیار بسیار خوشحال هستم که یه هنرمندی داریم که اینجوری صحبت میکنه. اقلا اولین هنرمندی هستی فکر کنم که سن و روز و ماه و سال همه چیز رو عنوان کردی. برای که مردم منو برای سنم دوست دارن، منو برای طرز تفکرم و قلبم دوست دارن. طرز مری جان دوست دارم الان که برنامه رو اومدم بعد این همه مدت سکوت،
توضیح بدم که عید انشالله سعی میکنیم که با UCC گروپ در دبی هم نوار رو به بازار عرضه بکنیم، هم برای هم وطنون برنامه بذاریم، ولی دیگه از همونجا شروع بکنیم و به کوب بریم، بعد هم با علی امیر قاسمی بکوبیم، بریم برسیم به قلب مردم. با امید خدا. مرسی ازت. سلام منو به خانواده همه برسیم. تشکر میکنم از تک به تک همکارانتون. آقای نوشین فر نازنینم که خیلی دوست داشتم، همکارانی که اونجا به ما یاری دادن. و درود میفرستم به هموطنان که برنامه آنکات رو دوست دارن، چون حقا برنامه عالی است. دست در نکنه، همیشه موفق باشی. محبت. رو تو ببوسم. حتما. هنرمندم رو بوسی میکنم. صد در صد. باشه. قرمز نشی. نرسی هست. متشکرم. دلم گره.